که تا همین چند دهه پیش هم رواج داشت. شاید به خاطر داشته باشید که تا کمتر از دو دهه قبل حتی در شهر بزرگی همانند تهران هنوز شهروندان تهرانی گاهی ساعاتی از روز به خصوص شامگاه تابستانی را بر بام‌ها می‌گذراندند. اما همه می‌دانیم شهر امروز شهری است که در همه ابعاد فیزیکی و روانی خود به سرعت در حال تغییر است. بسیار بدیهی می‌نماید که در این تغییرات شتابان شهر امروز به سوی آینده برخی عادات زندگی شهروندان به ناچار در گذشته جا بماند. در حقیقت این دگرگونی متداوم یا ترانسفورمیشن یکی از ویژگی‌های دنیای امروز است که در آن فرهنگ‌ها نیز متناسب با تغییر شرایط کالبدی گاه در لایه‌های زیرین پنهان می‌شوند. در میان هیاهوی این دنیای پرسرعت که شهر جلوه بارز آن است، گاه تأمل بر فرهنگ‌های فراموش شده راه حل‌های مطلوبی برای برخی معضلات در ساماندهی به فضای زندگی در شهرهای امروز را عیان می‌کند. به بیان دیگر، مروری بر برخی از آثار معماری سال‌های اخیر و تجربیات طراحان معاصر نشان می‌دهد بسیاری از آنان تلاش دارند تا نگاه نوینی به فضاهای فراموش شده داشته باشند. در این برنامه تلاش می‌شود تا مقوله استفاده از بام از مقیاس معماری تا مقیاس شهری مورد بازنگری قرار گیرد و نگاه جدید معماران معاصر در بروز کردن فضای بام متناسب با شرایط فرهنگی و تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گیرد. بام‌های خصوصی. استفاده از بام در مقیاس معماری و به صورت مالکیت خصوصی در گذشته بسیار رواج داشت. افرادی که در یک خانه عموماً یک یا دو طبقه زندگی می کردند، در ساعاتی از روز و در فصل مناسب از بام خانه نیز استفاده می کردند. بام خانه ها به جز آن که محل جمع شدن اعضای خانواده بود، گاه محل انجام فعالیتی خاص نیز بود. البته در گذشته فضای حیات بیشترین امکان را در این خصوص در اختیار صاحبان خانه قرار می داد، اما در صورت لزوم از فضای بام نیز استفاده می شد. شهرهای امروز دیگر نمی تواند شاهد چنین عاداتی در زندگی شهروندان باشد، چرا که حس مکان خصوصی از بام‌های آنها حذف شده است. اما در مناطق پیرامون شهرها و یا خارج از آن هنوز جذابیت‌هایی برای استفاده از بام و ایجاد حس مکان در آن وجود دارد. دفتر معماری MIAS در کاناگاوا در ژاپن در سال 2000 یک خانه مسکونی با نام خانه بام یا روف هاوس در منطقه هادانو در جنوب غربی توکیو طراحی کرده است که تشریح آن می‌تواند تجربه جالبی را برای ما بازگو کند. این خانه متعلق به یک خانواده 5 نفره ژاپنی است. سایت این خانه در بالای یک تپه قرار دارد، به طوری که یک منظر طبیعی پیرامون آن را فرا گرفته است. تاکاهارو و تزوکا طراحان این خانه به علاقه کارفرما به استفاده از بام خانه توجه کردند و این خانه را با ایده ایجاد مکان در بام و بازخوانی جوهره عنصر سقف در معماری یا Rethinking of Roof Anxiety طراحی کردند. فضای قابل سکونت این خانه در حدود 110 متر مربع در طبقه همکف است که با طراحی خاص بر مبنای توجه به بام به فضایی در حدود 206 متر مربع افزایش یافته است. در واقع طراحان خانه بام
با ایجاد دسترسی مناسب از هر یک از فضاهای خانه به بام آن، امکان استفاده ساکنین را از سطح 96 متر مربعی بام فراهم کردند. فضای اصلی این خانه یک فضای بزرگ و وسیع است که تنها قسمت‌های خدماتی در آن جدا شده است. اما در این حال فضاهای دیگر به وسیله دیوارهای متحرک یا ریلی قابل جدا شدن هستند. در این خانه ها هر شخص از طریق یک نورگیر و یا دریچه شخصی از درون اتاق خود به بام راه پیدا می کند. سیستم سازه سقف بسیار ظریف و پیشرفته است، به طوری که ضخامت سقف فقط 15 سانتی متر است و این امکان را ایجاد می کند که با وجود تنها یک دریچه در سقف یا نورگیر به راحتی فرد به بام دسترسی پیدا کند، ضمن آنکه از پله، نردبان متحرکی که می تواند در تمام فضاهای پایین حرکت کند نیز استفاده می شود. بام این خانه شیب بسیار کمی دارد و در لبه جنوبی تنها 1.90 متر بالاتر از سطح زمین است و این به دلیل ایجاد سهولت در رفت و آمد به بام و حمل اشیاء ضروری است، ضمن آنکه بام این خانه به عنوان بخشی از آن در نمای عمومی دیده می شود. ساکنین این خانه از این بام به عنوان فضای نشیمن با چشماندازی به طبیعت افراد، فضای گفتگو، فضای مطالعه، فضای بازی فرزندان، استراحت، صرف غذا و بسیاری دیگر استفاده می کنند. طراحان این خانه با ایجاد نور پردازی مناسب در بام، امکان استفاده ساکنین آن را در شب نیز فراهم کردند. بدین ترتیب بام این خانه خود یک خانه است، چرا که در آن حس مکان نهفته است که آن نیز به دلیل سازماندهی مناسب فضا پدید آمده است. بام‌های جمعی بیشک یکی از آثار مهم و آخرین کارهای له کوربوزیه بعد از جنگ، مجموعه مسکونی مارسی یا یونیت ده هابیتیشن بود که در سالهای 1947 تا 1952 ساخته شد. این ساختمان عظیم و 12 طبقه که برای 1600 نفر ساکنین آن طراحی شد، علاوه بر آن که کمبود خانه‌های مسکونی بعد از جنگ را جبران می‌کرد، به لحاظ ساختاری آموزه‌های فراوانی برای معماران و برنامه‌ریزان به همراه داشت. در این طرح 23 تیپ آپارتمان مختلف برای اسکان افراد مجرد تا خانواده‌های 10 نفری طراحی شد. در بام نیمه پوشیده این ساختمان سالن ژیمناستیک، استخر، سکوی تئاتر، پیست 300 متری برای دویدن، فضای بازی کودکان و کودکستان طراحی شد. بدین ترتیب در نظر گرفتن فضای عمومی برای ساکنین این مجموعه، این طرح را به یک طرح اجتماعی بدل کرد. به بیانی دیگر، فضای بام که هیچگاه از نگاه تیز بینانه له کوربوزیه پنهان نمی ماند، در این مجموعه مبدل به یک مکان جمعی شد. له کوربوزیه در طراحی بیشتر آثارش به فضای بام روی کرده جدید داشت. در ویلای ساوایه در سالهای 1928 تا 1929 میلادی، بام این ویلا در مقیاس یک فضای خصوصی مورد استفاده قرار گرفت و این ایجاد مکان در بام